بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب، خوش آمدید محصلین عزیز به مضمون جلدی سمستر دهم طب معالجوی. قبلا هم ما شما بحث اگزیمار در مباحث قبلی در درس هفتم خواندیم. انشالله که امروز بحث اگزیمار تا به آخر میخوانن و چیزهای جزئیاتی که موندد و از ارتباط سایر مریضی ها شما به این درس و او انشالله که آشنا میشید. مطالبی که امروز شامل درس هست اگزیمای سیبرویک هست، اگزیمای سکه‌ای و اگزیمای تماسی و اگزیمای فوتودرماتیت ها هم هست که انواع و اقسام اینه که انشاءالله امروز همه با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، امیدوارم که تا فعلا از در مباحثی که مربوط به جلدی بوده استفاده از امیر برده باشین. امروز بحث ما و شما در ارتباط یک مریضی بسیار شایع و بسیار وسیع در جامعه هست که مطمئنم یک تعداد زیاد شما حتما تجربه کردین یا در فامیل ها و اقارب و دوستا دیدین، بحث اورتیکاریا و انجیوتیما. اورتیکاریا اصطلاحا اون حالت پت کشیدنه که ما و شما به اصطلاح حیرتی درم زدن هست. انجیوتیما هم یک شکل پیشرفته اورتیکاریا هست. حالا ای چی علت ها داره، چی اسبابی داره، چی رقم پیدا میشه، خود شما استایسته به درس امروز انشاءالله رحمان که آشنا بشید. ای که چه اسبابی باعث اورتیکاریا میشه یا چه چیزایی باعث تحریک به وجود آمدن پروسه اورتیکاریا میشه تا هنوز به درستی معلوم نیست. تعداد زیاد فرضیات وجود داره ولی باز هم علت در موارد زیاد علت اورتیکاریا شناخته شده نیست. اولین چیزی که مهم است که ما باید در مورد نواحات اورتیکاریا در نظر داشته باشیم، اولین بحث وقتی که مریض اورتیکاریا میاد مسئله دوا رو باید از او بپرسیم. غذاها ممکنه باشه و مستظراتی که با غذا یکجا میشه، انتانات ویروسی ممکنه باشه که هپاتیت ای و بی و سی و ویروس های اپسجن بایر ویروس و ممکنه گزش حشرات باشه و یا ممکنه چیزهای تماسی باعث ایجاد ای حالت حاد اورتیکاریا باشه. در حالت مزمن معمولا سرما، گرما و فشار و آفتاب باعث ایجاد اورتیکاریا میشه که اینا ممکنه از اسباب تحریک کننده یا تریگر فاکتور اورتیکاریا وجود به حساب میاد. در اینکه پاتوفیزیولوژی که اورتیکاریا چه رقم به وجود میاد، یک بحث وساطت حجروی ممکنه مطرح باشه که شما در اینجا حجرات میبینیم و پاتوفیزیولوژی مرض رو میتونیم که ببینیم در داخل حجره که خیلی مهم بود و ما شما در آلرژی هم در تایپ یک بوندیم، حجره مسلز هست. شما در داخل حجره مسلز میبینید که در اینجا ممکن انتیژن وقتی از پوست بدن وارد میشه بیاد داخل حجره مسلز بشه در طبقه درم و بعد اون مو پروسه دیگران رو نشان و آزادسازی هستامین و بعد با باعث حالاتی باشه که موازم پریمیبلیتی چطور رویه به وجود بیاید و بعد از مایه و پلازما از اینجا به وجود خارج بشن و بالاخره حادثه ای که باعث ایجاد درام زدن یا پت کشیدن در نزد ما شما میشه. خب بیشتر اشاره شد به اینکه مسلز ها وقتی که باعث توسط پاتوژن ها یا آلرژن ها باعث تحریک مسلز میشه، باعث آزادسازی هستامین میشه. حالا هستامین چی با چی مکانیزم چیکار میکنه و باعث چی حالت های میشه از اینجا میبینیم. وقتی که هستامین آزاد شد، اولین چیز وقتی که مسلز آماد و هستامین آزاد شد باعث وظیفه پریمیبلیتی میشه، یعنی قدرت نفوذی جداروی افزایش پیدا میکنه و به همین خاطر وازو دایلتیشن رخ میده و یک ایریتیمر ما و شما ممکنه در ساحت داشته باشیم که بعداً باعث لیکاژ یا فرار پلازما از چی میشه، از خود داخل رگ و بیرون از رگ. بعد از اینکه همه پلازما از داخل رگ ها از داخل چیز بیرون شد آماد به طبقه درم، ما و شما حالت ساختمان های مختلف و مختلف شکل میبینیم که به سر گروه پست دیده میشه و اینا به نام ویلز یا اورتیکا یاد میشه که وصف عمده از اینا اینه که اینا باید از 24 ساعت بیشتر دوام نکنه. اشکال مختلفی داره، مثلث و بیضوی و بالاخره اشکال مختلفه و این وقتی که این حالت به وجود اومد چیز دیگه که اتفاق میفته نه هستامینی که در داخل ای ویل ها یا ای اورتیکاریا ها هست باعث تحریک نهایات آزاد اعصاب میشه و تحریک نهایات آزاد اعصاب توسط هستامین باعث حالت خارش به وجود میاد یا ممکنه بعضی وقتا بیشتر افتادن در اورتیکاریا واقعا ما خارش نداریم، کمتر داریم، سوزش به وجود میاد و بعد از او یک نیوروپیپتید های رینا آزاد میکنن که در آخر بالاخره فلیرینگ یا شلوار شدن پوستی ما و شما در پوست شاهد هستیم که ممکنه یک صورت سرخی یا صورت امرار در پوست ما زایات مشاهده بکنیم. کل پاتوفیزیولوژی اورتیکاریا. خب در مورد ای که اورتیکاریا ممکنه به صورت اوتوایمیون هم وجود داشته باشه، فرضیه‌ای وجود داره که در از جمله یکی بحث
خود انتیبادی هایی که به مقابل انتیبادی های موجود در دوران ما و شما ساخته میشه، که یکی از اون انتیبادی هایی که در این پروسه نقش کلیدی دارن بحث آی جی هست، که در این حالت اوتو ایمیون و مقابل خود آی جی ای باز انتیبادی دیگه ساخته میشه که در اصل نقش نقش انتیجن رو بازی میکنه، و این آخذه هایی که مربوط به سطح گیرنده های مست سلز هست که حجره آی جی ای میگیره، اینا فعال میشه و باز یک کمپلکس بس بدون از اینکه عوامل از بیرون داخل باشه پس دوباره باعث دیگر نشان مسئل و از استرادی استرمین و پروسی که قبلا تشکیل شد باعث این حالت میشه. یکی از تیوری هایی هست که اگر بسرعت آیدیپتی باشه به یک چیزی ثابت شده هست. خب یک مریض با اورتیکاری های معنت برای ما شما مراجعه میکنه، باید کارهایی که میکنیم چی هست؟ اولا سابقه سینوزی تر از مریض پرسان بکنیم، آرتریت، امراض تایروید، امراض فنگسی، امراض طرق بولی و امتانات طرق تنفسی و سابقه سفر که ممکنه پرازیت ها و اینا باشه، سابقه گلوتردی و اعراض اپستین بار ویروس و امتانات دیگه مثل انفکشیز منون لکلیسوس و گزش حشرات و قضا و اینا رو ما تاریخچه میگیریم و در پایینه فیزیکی پوست و چشم و گلو و صورت و قدرت تلفوی پاه و ریه و مفاصل و مطمئن است دیگه معنات ما فیزیکال اگزم رو در نزد مریضا باید انجام بدیم. هرچند برای تشخیص اورتیکاری واقعا معاینه اختصاصی وجود نداره، ولی بعضی چیزهایی توصیه میشه که معاینات ابتدایی که به صورت روتین ممکنه بتونه مؤثر باشه یا کمک کنه، بس سی بی سی و دیفرنشیال ESR رو میتونیم تعیین کنیم و معاینه اطار ای ستا معاینه رو میگن به صورت ابتدایی معمولا انجام بدیم. بعد از او اگر ممکن باشه برای بعضی از مریض ها که فکر میشه برای موجودیت پرازیت و اینا در ام آ ممکنه که ما سیلکس منشن انجام بدیم و معاینات دیگه پیش رفته خونه است، معاینات بیوشیمی و معاینات پیش رفته تر مثل این ای و هیپاتیت بی و سی و اینا و تست پوستیر برای آی جی و اینا ممکنه که انجام بشه، و بعضی معاینات دیگه هم که خیلی پیشرفته است و مثل آزمایش رست و کامپلمنت استادی در صورت که امکان داشته باشه کرایپیپین و تایروید میکرو زومال انتیبادیا و انتی تایروگلوبولین و تایروید استیمولیت انترمن هم معاینات که میتونه ممکنه در مورد معدودی. خب اگر یک معاینه هیستوپاتولوژی رو انجام بدیم، ما در جدار اطراف ایه معمولا ارتشاء حجرات مختلف رو میبینیم، نکروفیل های زینفیل ها و مونوفیل رو ممکنه ببینیم، و ممکنه در چیزی که مهم است خود ای سایه پریواسکولار لنفوسیت ها در اینجی رسوب نمی کنه. یک بحثیه که در این مریضی ممکن است نظر هیستوپاتولوژی رو کمک کننده باشه که خب کم در مطرد ممکنه توصیه باشه. مسائل که تا فعلا صحبت کردیم به صورت یک الگوریتم آورده که ما برای ارزیابی یک اورتیکاریا چی کار رو انجام بدیم. حالا اورتیکاریا ممکنه که هات باشه و در صورت که هات باشه ممکنه با کاردیو پولمونری کامپریشن یا عرست قلبی تنفسی همراه باشه، که در صورت که همراه بود ما اول مریض احیا میکنیم و وقتی که بعد از احیا شد این نشان میده که حالت هات هست. به حالت هات وقتی که دیدیم اگر حالت هات بود که باز سابقه دوار پرسان میکنیم، سابقه دوار پرسان میکنیم کدام دوا هست، یک دوا سیاتلس شده، و اگر سابقه دوا باز منفی بود باز قزار پرسان میکنیم که ممکنه قضاهای باعث ایجاد این حالت باشه که از جمله قضای بادام و تخم مرغ و چاکلت و بعضی وقتا ممکنه شیر و بعضی قضاها ممکنه که باشه که ما از مریض پرسان میکنیم، و اگر تاریخچه منفی بود باز ما و شما ممکنه که بیایم بیشتر به بحث بعضی تسممات و زهریات چی کنیم، که در صورتی که اونا باز مثبت بود تدابیر بر اساس از او انجام میدیم، و اگر نبود ممکنه تب بشه باشه، تب بود باز ممکنه علت تب یا تب هپاتیت باشه یا چیزهای دیگه، و ممکنه که اگر نبود ما موارد حتی با آخر برسه که ایدیپاتیک باشه، یا ممکنه که سرما و گرما و چیزهای دیگه باعث این حالت بشه. در صورتی که مسئله مزمن بود باز بحث ایمین کمپلکسه که بحث آی جی ایمیدیتی باید بررسی بشه، و هیردیتوری انجیودیما و انجیودیمای ایرسی و مسائل دیگه امراضی که ممکنه در این چیز نقش.
اورتیکاریا و انجیودی ما چی هست؟ یک مریضی بسیار شایعه اورتیکاریا رو ما وقت که بس میکنیم بیشتر از 20% ممکنه که افراد رو بگیره یا یک زایی برچسته از سطح پوست و حالت اوزایمری که بانوموبیل یاد میشه ممکنه دوا، گرما، سرما، انتان و عوامل دیگه که ذکر شد در این پروسه نقش داشته باشه. در نظر تصنیف اورتیکاریا ممکنه که هات باشه که کمتر از 6 هفته دوام کنه و یا اینکه ممکنه بیشتر از 6 هفته که در صورت چی هست مزمن بشه. البته زایات اورتیکاریا به هیچ وقت به تنهایی به صورت انفرادی یک زایه 6 هفته دوام نمیکنه، یک زایه بیست کمتر از 24 ساعت دوام میکنه. سر هم شکل مزمن و شکل مرض وجود داره که شکل ایمونولوژیک هست، شکل نان ایمونولوژیک و شکل ایدیوپاتیک اورتیکاریا، سه شکل وصفی اورتیکاریا. بس اورتیکاریا رو فهمیدیم و بس پیشرفته تر از اون مسئله انجیودیما هست. انجیودیما در اصل حالت پیشرفته اورتیکاریا هست که امساج نرم درگیر میکنه، نهی کلو ممکنه باشه، زبان ممکنه درگیر کرده باشه و ممکنه کف دست و پار هم ببینیم، پلک و لب ها ممکنه نوعیه که بیشتر درگیر بشه. این به دو شکل، شکل ایرسی هست که در اینجی سیاک استرازینویتر دیفیشنسی وجود داره، مشکلی که وقتی که کامپلیمنت سی یک فعال شد ای باید او رو نهی بکنه که متاسفانه در این در افراد به دلیل جنتیکی انزایم وجود نداره و ای باعث ایجاد انجیودیما میشه. و شکل اسپیو که ممکنه به اثر بعضی حالات اوتوایمیون به وجود بیه و بعضی وقتا هم ممکنه که در اثر امتحانات و این حالات به وجود بیه. و یک شکل هم که خاص هست و وابسته به دوا که بیشتر وقتا با کسی یعنی به طورها همراهی داره. خب ای که انجیودیما با ایسی انهیبیتور چه ارتباطی داره، ممکنه در یک فیصدی یک تعداد کم از افراد وجود بیه و در صورتی که اتفاق افتاد ممکنه حادثه نفلکتیک وجود بیه و ما بیشترین کارهایی که میکنیم انتوبیشن و ترخستومی و چیزا ممکنه ضرورت بشه و بعضی وقتا هم اشکال خفیفتر و ممکنه که فراموش بشه که هم باید ما در نظر داشته باشیم که اگر فرد این مشکل داره سابقه ایسی اینهیبیتور رو باید در نظر داشته. سبب از آمده مثلا بس ارتکاری های هات که علت پیشتر هم گفتیم بیشترین وقت بیشترین حالتی که ممکنه به وجود بیاید غذاها ممکنه غذاهای مهی ها باشه و یا ممکنه که چارمغز و به اصطلاح مغزیات باشه یا ممکنه دواها باشه. شکل نان ایمیون میدیت باشه، ممکنه که اوپیات یا کسر مواد مخدر استفاده میکنه و نان اسپسیفیک ممکنه وایرال انفکشن، باکتریال انفکشن در ایجاد اوپیکاری باشه. بعضی وقت ممکنه اوپیکاری با سایر مریضی های یک جا دیده باشه، از جمله بحث امراض کلاژن که مریضی لوپوس اریتوماتوز ممکنه صورت سیستمیک همزمان با اوپیکاری باشه، ممکنه کامپلیمنت دیفیشنسی باشه یا مثلا بحث انتانات هست، ممکنه یک مریضی کرونیکتینیوپیتیس باشه، یک فنگس در پا باشه و یا همزمان باعث تحریک اورتیکاریا باشه، ممکنه یک حالت با حاملگی که یک شکل خاص هست به نام پروریتیک اورتیکاریال پلاکسان فاکول که فعلا تعریف ازی تقریبا تغییر کرده، پروریتیک آف پرگنانسی شده فعلا تا یک تعریف قبلی بوده و شنزلر سندروم و چیزهای حالت های دیگه هم هست که ممکنه با این اورتیکاریا. دیگه در این تصویر ملاحظه میکنیم برجستگی های خطوط پوستی است به تعقیب یک ترومای کنتی، حالت به نام درموگرافیزم میگن. میگه در درموگرافیزم در افرادی که اورتیکاریا دارن در واقع زیاد مثبته، ولی این به عنوان یک مارکر یا یک تست به هیچ عنوان نیه، به خاطر که در موارد هست که حالت افراد اتی هم این درموگرافیزم ممکنه مثبت. یک زایی اورتیکاریال هست که شما میبینید از قسمت از بدن برجستگی که در کمتر از 24 یه انواع از اقسام اورتیکاریا هست، شکل زایات ممکن به صورت فاکول ببینیم تا پلک ها و تا ویل ها و ممکنه که ویل های بزرگ ما در ساحه ببینیم، انواع و اقسام مختلف کلینیکی در اینجا هم شما زایی اورتیکاریا رو میبینیم که یک تعداد در حال وجود ماندن یک تعداد در حال محو شدن. این ویژگی خاص اورتیکاریا هست که کمتر از 24 ساعت معمولا یک زایی دارم. زایات اورتیکاریا رو در پشت دست میبینیم. در اینجا یک شکل خیلی شایع اورتیکاریا و نام پاپولار اورتیکاریا میشه که از اثر گزش حشرات به وجود می آمدن و در اطفال در فصل بهار این شکل خیلی زیاد شد.
یک شکل اورتیکاریار میبینیم که خب با توجه به اینکه نهی پستان یا ستیر میبینیم که مسئول بوده، هیچ جزایی وجود نداره. احتمالا نوعی که حتما خانم در آفتاب به اصطلاح حالتی که برونزه کردن استفاده میکرده یا که در کمر بر بوده که زایات مختلف متعدد ما میبینیم که در نوعی که در معرض آفتاب بوده زایات ایجاد شده، ممکنه که یک شکل سولار اورتیکاریا. این شکل هم شکل پاپولار اورتیکاریا که بیشتر به اشاره شد در اطفال در اینجا هم ما زایات مختلف و شکل میبینیم، زایات کوچک پاپولار اورتیکاریا و تا زایات که بزرگ از صورت بینام. یک حالتی که معمولا با مشکلات وریدی همراه هست و زایات، البته یک چیزی فراموش کردیم که زایات اورتیکاریا معمولا با فشار از بین میره، یعنی وقت خاص باشیم تشخیص بکنیم زایه باید از بین بره که ما اورتیکاریا بگیریم، اما تست به نام دیاسکوپی تست رو بکنم. ولی در یک شکل اورتیکاریا که با واسکولیت ها همراه هست، اورتیکاریا واسکولایتیز که در امراض مایعی دیده میشه و زایات در با فشار دادن از بین نمیره. چیزی که بیشتر اشاره کردم زایه اورتیکاریا معمولا با فشار از بین میره، یعنی یک شیشه شما وقتی به روی زایل فشار بدیم این از بین میره که میگن با دایسکوپی زایل میشه یا محو میشه. این هم یک تصویری از پاپولار اورتیکاریا هست که بیشتر و این حالت درموگرافیزم که با چوب خط یا با یک چوب کند یا وسیله کند به هر طرف که خط بکشیم شما این برجستگی رو پست وجود میه که میگن در افراد که اورتیکاریا داره بیشتر دیده میشه، ولی به این معنی نیست حتما این پتوگنومیک باشه این مرض تشخیص. برای تداوی اورتیکاریا تردد بالکاس اول ابروی اولین چیزی که هست اگر علت زمینه ای داشته باشه باید تداوی بشه. زمینه ای اگر نبود یک آنتی هیستامین های با اثر کوتاه مدت مثل اتارکس و بنادریل رو اینور میدیم و یا اثر طولانی مدت ریاکتین و کلاریتین که متاسفانه برای استرس نیست، ولی خب ممکنه کورتیکوستروید بدیم که به مقدار 1 میلی گرم به هر کیلوگرم وزن بدن برای چند در یک دوز یا دوزهای مناسب ممکنه توصیه بشه. دواهایی که استفاده میشه آنتی هیستامین ها هست، خود آنتی هیستامین های نژاد 1 هست، آنتی هیستامین های نژاد 2 هست و آنتی هیستامین هایی که آخذه های جی اف اس مهار میکنه و آنتی هیستامین هایی که آخذه های اچ دور مهار میکنه. بعضی وقت ممکنه ما با یک از اینا شروع بکنیم بعد جنریشن دوم یک جا بکنیم و بعد وقتا ممکنه که ما همزمان این استفاده بکنیم و یک دوای خیلی خوبی هم به نام داکسیپین وجود داره که در اورتیکاریا استفاده میشه که همزمان هرچند دوای آنتی دپرسانت هست ولی آخذه های اچ 1 و اچ 2 هر دو تا رو بلاک میکنه. بعضی وقتا هم ممکنه که اگر حالت شدید باشه ما بتا ادرینرژیک آگونیستور بدیم مثل اپینفرین و حالاتی که تهدید کننده حیات باشه ممکنه که ما این استفاده بکنیم. کورتیکوستروید ها در حالت سیویر اکوت اورتیکاریا استفاده میشه، لانگ ترم باید استفاده نشه. بهترین کار اینه که روز در میان استفاده بشه و در کرونی کورتیکاریا باید استفاده نشه و دوز مقدار کمی همزمان با انتیستامین استفاده بشه. دیگر روش هم پرووا هایدروکسیکلوروکین و تایروکسین هم گفته که ممکنه استفاده. خب اینا معلومات زیاد مفصل و توضیحات زیادی که در فارماکولوژی دوا وقتی شما مطالعه بکنیم همه رو گفته که فرست جنریشن آنتی هیستامین ها مثل دیفنیدرامین و هایدروکسیزین شروع میکنه، سیکند جنریشن ها مثل استیمازول سیکریزین و فکسفنیدین و لوراتیدین که همه خوشبختانه در بازار هست. اینا ادوانتج و دیس ادوانتج و چیزایی رو گفته که استفاده میشه. هم یک ترایل یک انجام شده در مورد آنتی هیستامین ها. در مورد آلات کرونیک اورتیکاریا باید علت زمینه ای اول کاری که میشه از بین بره هیستوری فیزیکال اگزامینشن باید انجام بشه و فارماکوتراپی و اول کاری که میشه باز هم اینا اچ یک بلاکر ها رو استفاده میشه، اگر نشد اچ دو بلاکر رو استفاده میشه و اگر نشد اد و بتا اگونیست الوبترول اگر که به دسترس باشه ما میتونیم که اینا رو استفاده بکنیم. الترناتیو اجنتی باز همه تراسیکلیک آنتی دپرسانت ها، دوکسیپین و هیدروکسیکلوروکین و کورتیکوستروید ها رو گفته که دواهای خوبی هست. از اینکه این درس رو هم با حوصله مندی شنیدیم جهان سپاس، انشاءالله که استفاده برده باشین و همچنان منتظر باشین به درس های بعدی.